رئیس جمهور آمریکا در بازدید از مدرسه در آریزونا به طور رسمی از سو رفتارهای 150 ساله با کودکان بومی در مدارس شبانه روزی عذرخواهی کرد و اولین رئیس جمهور در این زمینه شد وی گفت که این کودکان مورد سو استفاده زنی و تغییر نام قرار می گرفتند و ورخی از آنها جان خود را از دست می دادند. بایدن این وضعیت را تاریکترین فصول تاریخ ایالات متحده دانست و افزود که بسیاری از آمریکایی ها از آن بیخبرند. خبرند. طبق گزارش وزارت کشور در سال 2022 این مدارس مسئول مرگ صدها کودک بومی بودند. عذرخواهی بایدن ممکن است جنبه انتخاباتی داشته باشد.